من حق میدم به همه اون 60 درصدی که در انتخابات شرکت نکردن، صداشون به شفافترین شکل ممکن شنیده شد، اونها نارضایتی خودشون رو به مدنی ترین شکل ممکن اعلام کردن و فکر میکنم که اونهایی که در نظام تدبیر این کشور همچنان بر خرد اصرار میورزن، این پیام این 60 درصد رو شنیدن. این پیام نشون دهنده اینه که مردم ما از عملکرد دولت ها در جمهوری اسلامی در حوزه به خصوص اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و در حقیقت محیط شخصی شهروندان راضی نیستن. دولت مردم راضی نیستن که شاهد این باشن که همچنان با طرحهایی مثل طرح صیانت بخوان به جاشون تصمیم بگیرن. دهنکجی های زیادی از سوی حاکمیت و دولت به مردم شده و تنها فرصتی که الان تونستن به دست بیارن همین انتخابات بوده که نشون بدن که به هر حال ما نمی بخشیم و این کاملا قابل درکه، کاملا قابل درکه که هموطنانی که دوست دارن با حجاب اختیاری در معابر عمومی حضور پیدا بکنن و یک گروهی دوست نداشته باشن اینها رو به رسمیت بشناسن و احساس بکنن که فرقی بین اصولگرا و اصلاح طلب در این حوزه وجود نداره، کل انتخابات رو تحریم بکنن. وقتی که بزرگترین کمپینی که راه میفته کمپین مخالفت با طرح صیانت اینترنت، بیش از 1 میلیون نفر در این کارزار شرکت میکنن، اونو امضا میکنن و بعد با دهنکجی هرچه تمامتر در واقع این طرح رو میبرن به سمت تصویب، ما یکی از 3 کشور جهان هستیم که تمامی شبکه‌های اجتماعی بلا استثناء در ایران فیلتره. ما سزاوار نبود که یه همچین وضعیتی داشته باشیم. ما قرار بود در افق 1404 کشور اول منطقه باشیم، ولی الان اگر افغانستان و یمن نبود کشور آخر منطقه بودیم و این واقعا جای تأسف بسیار بسیار زیادی داره. پس بنابراین من واقعا احترام میذارم به هموطنانی که با ادله بسیار بسیار قابل قبول، قابل درک این انتخابات رو تحریم کردن و میگن که هیچ فرقی نداره، اصلاح طلبها حرفای قشنگ میزنن ولی بعدن که به قدرت میرسن اولا امکان اجرای بسیاری از وعده های خودشون رو پیدا نمی کنن، دوما اون وعده هایی رو هم که بخوان عملی بکنن با یک حکم حکومتی در حقیقت در نهایت ناک اوت میشه و اجرا نخواهد شد. واقعیتش اینه که در دولت اول حسن روحانی هم فکر میکنم که اصولگراها به هیچ عنوان مایل نبودن که برجام تصویب بشه، اما به هر حال برجام تصویب شد و اگر که موجودی به نام ترامپ از دل قلک کاخ سفید بیرون نمی آمد الان ما در یک شرایط دیگری با هم صحبت میکردیم. پس به نظرم تو همین شرایط هم فرق است که چه کسی در ساختمان پاستور حضور داشته باشه. در این حال من اینجا به عنوان یک فعال و به عنوان یک متخصص محیط زیست نگرانی های دیگری دارم که منو وادار میکنه که در انتخابات حضور فعال داشته باشم و از بین دو کاندیدایی که الان رسیدم به مرحله فینال یکی رو انتخاب کنم. نگرانی اینه که ما میبینیم که سرزمین ما با فرایندهای کاهنده کارایی سرزمین در بدترین شکل خودش روبروه. کشور ما مطابق آخرین گزارش سازمان زمینشناسی بیش از 50,000 کیلومتر از خاکش با فرونشستی بیش از 2 سانتی‌متر در سال روبروه، یعنی 5 برابر اون چیزی که ما بهش میگیم شرایط بحرانی، و بنابراین این 50,000 کیلومتر رو ما عملا از دست دادیم. ما با یک زمین سوخته‌ای در این 50,000 کیلومتر مربع روبرو هستیم. گزارش سازمان زمینشناسی میگه که در طول 3 سال 1395 تا 98 سرعت رشد مناطقی از ایران که درگیر فرونشست شده بیش از 300% افزایش پیدا کرده،
یعنی ما از 11000 کیلومتر مربع در سال 1195 رسیدیم به 38000 کیلومتر مربع در سال 1198 و الان به بیش از 50000 کیلومتر رسیدیم. آقای معتق این آمار رو 57000 کیلومتر مربع از طریق سنجش از دور اعلام کرده. این یعنی چی؟ یعنی که اگه همین فردا الان حکومت مطلوب اکثریت بتونه قدرت بگیره، اگر همین فردا مدرن ترین و مردمی ترین و در حقیقت دموکراتیک ترین حکومت دنیا هم بیاد در ایران سر کار، با اون 50 تا 57000 کیلومتر مربع از خاک ایران دیگه کاری نمیتونه بکنه و در واقع ماجرا اینه که اونجا زمین سوخته است. اگر ما میخوایم کاری بکنیم الان وقتشه. اون 50000 کیلومتر بین 50 تا 70000 سال دیگه از حیز انتفاع خارجه، تازه اگر بتونیم ناترازی رو از بین ببریم. وقتی ما یک گونه گیاهی یا جانوری رو از دست میدیم که خودت حسین اشراف کامل داری، برای اینکه یک گونه به طبیعت وارد بشه دست کم 2 میلیون سال زمان میبره و الان تو خودت میدونی که چندین گونه گیاهی ما در سیاهی سرخ IUCN قرار گرفته، در معرض خطر انقراضه، از جمله بوکسو سیرکانیو. بسیاری از گونه‌های جانوری ما منقرض شدن یا در معرض خطر انقراضن. دوست خودت آقای رجایی با توماس کایل اخیراً یک مطالعه رو انجام دادن، گفتن 60 بید روز پرواز در طول یک دهه اخیر در مراتع ایران کاملا منقرض شده و بسیاری از در واقع گونه‌های جانوری ما مثل میشمرغ، سیاه خروس، خرس سیاه، یوزپلنگ در معرض خطر انقراض قرار گرفته. ما الان باید جلوی این روند انقراضی رو بگیریم، اگر نه اگر اینها برن تا 2 میلیون سال دیگه کاری نمیشه کرد. پس بنابراین من میخوام به یاد هموطنان عزیزم بیاندازم که ممکنه ما بتونیم با یک درایت، با یک خردمندی، با یک همافزایی یک بحران اقتصادی رو، یک ورشکستگی اقتصادی رو حل بکنیم، همطوری که مردم شیلی از دیکتاتوری پینوشه رسیدن به یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان در کمتر از 2 دهه. پس بنابراین این امکان وجود داره که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما با شتاب بیشتری جبران بکنیم ناکارآمدی های حکومت های نابخرد رو، اما در حوزه محیط زیست واقعا این امکان وجود نداره. بنابراین از بین برنامه هایی که این دوتا کاندیدا و این دو گروه ارائه کردن باید انتخاب بکنیم. ما باید روند فروپاشی این سرزمین رو کاهش بدیم. دقت بکنید تو مناطقی از ایران که ظاهراً بالاترین جی دی پی رو داره، مثل استان اصفهان، مثل استان خوزستان، مثل استان بوشهر، ما الان با بالاترین میزان نرخ مهاجرت روبرو هستیم. چرا مردم حاضر نیستن در خوزستان زندگی کنن؟ چرا برخی از روستاها در گیلان الان دارن با لهجه اصفهانی صحبت میکنن؟ به خاطر اینکه در اون مناطق نه آبی دیگه مونده، نه هوایی. همین الان امروز در اصفهان شاخص آلودگی به 500 رسیده. اصفهانی که کلکسیونی از ثروتمندترین صنایع ایران رو در خودش مستقر کرده، چرا نباید مردم توی این همچین شهری زندگی بکنن و چرا در واقع همچین بحرانی اتفاق افتاده؟ خلاصه حرف من اینه.